شرایط اجاره کردن خونه در شهر زیبا استانبول یا ترکیه. سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. برای اجاره کردن خونه در شهر زیبا استانبول باید دو تا دپوزیت بدید. دپوزیت یعنی پول پیش. دو تا دپوزیت یعنی دو تا کرایه پول پیش میدید. بعد 12% کرایه یک سالو باید کمیسیون بومگاه بدید. بعد دو تا فرقی که ترکیه با ایران داره اینه که توی ترکیه چیزی به اسم رهن کامل وجود نداره، حتما باید اجاره کنید. بعد توی ایران کرایه رو آخر ماه پرداخت میکنن، ولی اینجا توی ترکیه کرایه رو باید اول ماه پرداخت کنید. این فرقشه. بعد تازه اگه شما بخواید یه منطقه بالا شهر خونه اجاره کنید یا توی منطقه ترک نشین اجاره کنید خونه رو، این داستانش یکم فرق میکنه. باید شما یه کفیل ترک ببرید ضامنتون بشه. کفیل یعنی همون ضامن. یه ضامن ببرید که ضمانتتون کنه. یا بعضی از صاحبخونه قبول میکنن، میگن ضامن نداری، آشنا نداری، کسی رو نداری اینجا، اشکال نداره، کرایه یک سال رو پرداخت کن. بعضیا اینطوری قبول میکنن. حالا خودتون رو شانستون. اما بعد از اینکه کرایتون خونه رو کرایه کردید، تموم شد، اومدید تو خونه نشستید، باید آب و برق و گاز رو به نام خودتون بزنید. یعنی آب و برق و گاز خونه قطع، شما باید خودتون برید اداره آب برق گاز بیان اینا رو براتون وصل کنن. البته خیلی خونه ها اینا وصله، صابخونه آدم خوبیه به اسم خودش براتون وصل کرده، نیازی نیست. اما قانونش در کل اینه. و اما شما یه مشکلی دارید، میخواید برید آب و برق و گاز رو به نام خودتون بزنید بیان وصل کنن براتون، ازتون کیملیک میخوان، شما هم کیملیک ندارید، در این شرایط باید چیکار کنید؟ باید یه نفر از دوستان رو پیدا کنید بره اونجا به نام اون بزنید تا کیملیک خودتون یاد بعد عوضش کنید. یا اگه دوستی هم نداشتید میتونید یه پول پیشی بدید صابخونه به نام خودش بزنه براتون وصل کنه. حالا تا موقعی که کیملیک خودتون میاد بعد به نام خودتون بزنید، پول پیشی هم که بابت آب و برق و گاز دادید به صابخونه ازش پس بگیرید. این از این نکته. فقط یه نکته مهم رو فراموش نکنید. بعد از اینکه خونه رو تحویل دادید، جابجا شدید، اگه قبض آب و برق و گاز به اسم خودتون هستش، حتما برید باطلش کنید، یعنی قطعش کنید. چون بعد از شما هر کسی بیا تو خونه بشینه از آب و برق و گاز استفاده کنه، اون به حساب شماست. یه موقع پرداخت نکنه میان از شما میگیرن. پس بهتره باطلش کنید که خیالتون راحت بشه، مثل این دوست ما نشید. بعد از 5-6 ماه 2-3000 لیر پول آب و برق و گاز اومده بود، بعد رفت به خونه گفت چرا ندادید فلان، دید که یه مستاجر اومده 3 ماه نشسته و رفته پولو نداده. پس شما باطلش کنید خیلی بهتره. باز هر سوالی بود زیر همین پست کامنت بذارید، سعی میکنم جوابتون رو بدم تو اولین فرصت. بعد خارج از این موضوع اجاره خونم هر سوالی داشتید میتونید دایرکت بپرسید، در اولین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستم. روز خوبی داشته باشید.